سلام سلام، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان. تحدی به معنای هماورد خواستن و به مبارزه طلبیدن هست. همیشه برای جنگ نیست، گاهی برای نشون دادن برتری هست. یعنی در واقع نوعی دعوت به مسابقه هست برای نشان دادن توان خود و ناتوانی حریف. آنچه که چنین مسابقه ای نیاز داره، علاوه بر دو هماورد، نیاز به داورانی داره که توان یک طرف و ناتوانی طرف دیگر رو ببینند و به ملاکی نیاز داره تا طبق اون داوری کنند. و اما در اینجا منظور از تحدی قرآن هست. اینکه خود قرآن خطاب به کسانی که در درستی قرآن شک دارند میگه اگه میتونید مثل اون رو بیارید. با این تعبیر که این قرآن آسمانی است و هیچ بشری نمیتونه مثل این قرآن رو بیاره، اگه این ادعا رو قبول ندارید پس مثل این قرآن رو بیارید. در چندین آیه از قرآن به بیانهای متفاوت این تحدی مطرح شده. در سوره 17 قرآن اومده که یأتوا بمثل هذا القرآن، همانند این قرآن رو بیاورید. البته اون موقع قرآن کتاب نبوده و اصلا قرآن هنوز کامل نبوده، معلوم نیست که منظورش چه مقدار از قرآن هست. بعدن در آیه از سوره 10 به ترتیب نزول آیات دارم میگم ها، در سوره 10 قرآن میگه فأتوا بسورت مثله، یک سوره همانند آن بیاورید. و بعد در سوره 11 میگه فأتوا بعشر سور مثله، 10 سوره همانند اون بیارید. سپس در سوره 52 میگه فلیأتوا بحدیث مثله، سخنی همانند آن بیاورید. که باز معلوم نیست که منظورش یک آیه هست یا چه مقدار هست سخنی همانند اون. و بالاخره برمیگرده در سوره 2 میگه فأتوا بسورت من مثله، باز یک سوره همانند اون بیارید. او من عاشق این نظم و ترتیب قرآنم، واقعا هیچ که نمیتونه اینجوری در هم کتاب بنویسه. اینکه چرا یک بار گفته مثل قرآن، بعد گفته یک سوره، 10 سوره، یک تیکه یک سوره، و چرا در چیدمان قرآن اومده عقب، رفته جلو، رفته جلو، برگشته عقب، واقعا شگفت آوره. به هر حال در مقابل این تحدی پاسخهای فراوانی داده شده. از غیر منطقی بودن این تحدی گفته شده تا بی معنا بودنش و تا نامفهوم بودن اون. او این تحدی از هر نظر پرته و بالاخره حتی عده‌ای هم هماوردی کرده اند در تحدی قرآن. غیر منطقی بودن این تحدی اینه که اینجا قرآن به جای این که برای ادعاش دلیل بیاره، استدلال بیان کنه، میاد رد اون رو به طرف مقابل حواله میده. انگار که اصلا مادرزادی این ادعا درسته مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب این کاملا غیر منطقی است. یه بار گفتم این جوکه. ملا نصرالدین میگه اینجا مرکز زمینه، میگی نه متر کن. آخه این که منطق نیست. بی معنا بودنش اینه که اصلا معنی نداره که از مقایسه مثلا بلاغت دوتا نوشته یکی رو آسمانی بدونیم، خیلی بی معنی هست. نهایتا میشه گفت که این بلیغتر از اون یکی هست یا نیست. از این مقایسه، از این تحدی اصلا آسمانی بودن در نمیاد. هیچ سنخیتی بین موضوع تحدی و نتیجه گیری اون وجود نداره. نامفهوم این که داور این تحدی کیه؟ طلبه های قم؟ ملاک تحدی چیه؟ اصلا مثل سوره قرآن یعنی چی؟ بلاغت رو میگه که اصلا قرآن در کنار کتاب های ادبی اصلا به حساب نمیاد. قصه پردازی رو میگه؟ این نظم و ترتیب کتاب رو میگه؟ نکات قشنگ علمی رو از هفت آسمان و هفت زمین میگه؟ آخه قرآن یک چیز درست حسابی نداره که مسلمون ها بهش بنازند. همچین در هم و بر هم ببخشید ها. آخه بعضی ها میگن از نظر معنویت مثل قرآن باشه. خیلی ممنون. یعنی مبهمتر از این ملاک گیر نیاوردند. همینجوری نامفهوم فقط گفتن تحدی. و اما هماوردی در این تحدی میدونید؟
مسلمون ها منطق دارند، اما وقتی حرفی رو قرآن گفته باشه دیگه روی منطقی بودن یا نبودنش اصلا حاضر نیستند فکر کنند. انگار گناه داره. یعنی تو هرچی بگی آقا جون اصلا این تعدی پرته فایده نداره. حالا که قرآن گفته دیگه این حرفا تو کت مسلمون ها نمیره. برای همین عده‌ای اومدن و هماوردی کردن با قرآن، سوره مثل قرآن آوردن، سعی کردن از نظر گفتاری مثل قرآن باشه، شبیه اون بگن. توی این تعدی ملاک مشخصی که نیست. حتی یکی اومده کتاب مثل قرآن نوشته به نام فرقان الحق، 77 سوره هم براش آورده. انصافا یک نفر که قبلا قرآن نخونده باشه نمیتونه تشخیص بده که متن قرآن اینه یا اونه. اما خب کو گوش شنوا؟ چی میخواد داوری کنه؟ با چه ملاکی میخوان داوری کنند؟ قرآن گفته همه تون هم جمع شید، نمیتونید مثل قرآن بیارید. مسلمون ها دیگه نیاز به داوری ندارند. ندیده میگن نه، هیچ کدوم مثل قرآن نیست. اینکه دین منطق آدمی رو تعطیل میکنه اینه. قرآن حتی نگفته که کسی نمیتونه بهتر از این قرآن بیاره، گفته کسی نمیتونه مثل این بیاره. خب طبق معمول که همه چیز قرآن بی معنا و مبهم هست، این که مثل قرآن چیه اون هم معلوم نیست که چیه. یعنی مسلمون ها میدونن که کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، اما اینکه یعنی چی رو نمیتونه بیاره این رو خودشون هم نمیدونند. منظور قرآن رو هر کس هر جور دوست داره بیان میکنه. مثلا یک جا میگن مثل قرآن رو خود قرآن آورده. مثلا همینجا میبینید که جملات مثل همدیگه هستند. یک جا گفته یک سوره، یک جا سوره شده سور، همون جمله به شکل جمع اومده. یک جا به صورت مثل گفته، یک جا به صورت من مثل گفته. این ها مثل هم هستن دیگه. حالا اما اگه شما بخواید مثل این آیات بیارید، همون مسلمون ها ازتون انتقاد میکنن که نه دیگه، شما آیات قرآن را آوردید یک کلمش رو تغییر دادید. خب مثل قرآن این بود دیگه، خودشون گفتند. اما چجوری باید بگیم که مسلمون ها بگن مثل قرآنه؟ در گذشته و حال برای نشون دادن این ادعا که این حکم از سوی مثلا پادشاه هست، اون رو می نوشتند و مهر و امضای پادشاه در پای اون نوشته می خورد. به این معنا که کسی نمی تونه بلد نیست مثل اون پادشاه امضا کنه و کسی چون این مهری در دست نداره، پس این مهر و امضا نشون میده که این حکم پادشاه هست. اگه من یک تیکه کاغذ نشون بدم و بگم این نوشته گفته های انیشتن هست، او گفته و یکی نوشته، به فرض برای اینکه ادعای خودم رو ثابت کنم باید امضای انیشتن پای برگه باشه، و تو در صورتی میتونی بپذیری که قبلا امضای انیشتن رو دیده باشی، اون رو بشناسی و بدونی که کسی نمیتونه بلد نیست مثل انیشتن امضا کنه به جز خود انیشتن. نه اینکه یک متن بدون امضا رو بیارم بگم این نوشته گفته های انیشتن هست. اگه شک داری برو مثل این نوشته ها رو بیار. خیلی پرته. ادعای تعدی قرآن بی منطق، غیر عقلانی، بی معنا و پرت هست. اما این تعدی غیر منطقی قرآن در اون زمان شاید غیر منطقی به حساب نمی اومده، به این دلیل که اون موقع منطق مردم ضعیف بوده، منطق اونها در تحت یک سری خرافات قرار داشته. در حکومت حمورابی، امپراتور بابل بزرگ، در 37 قرن پیش قوانین حکومت بر اساس یک سری خرافات بود. مثلا اگه کسی ادعا می کرده که فلانی از من دزدی کرده، نیازی به شاهد و اثبات ادعا نبود، می اومدن اون دزد رو به رودخونه می انداختند. اون بیچاره اگه غرق میشد او رو دزد میپنداشتند که خب به سزای عملش هم رسیده دیگه، مرده. بر اساس این خرافه که اگه دزد نبود طبیعت یه جوری او رو از مرگ نجات میداد و نمیگذاشت که او غرق بشه.
انگار که عدالت خواهی و خیر خواهی در نهاد طبیعت و یا خدای طبیعت هست و از ماورا دخالت میکنه و نمیگذاره که فرد بیگناه کشته بشه. طبیعتاً اگه اون دزد نجات پیدا میکرد او رو بیگناه میدونستند و اون شاکی که بی خودی تهمت زده رو سر از تن او جدا میکردند. این یک نمونه از خرافات گذشتگان بود که در قوانین وارد شده. این که میگن سر بیگناه پای دار میره اما بالای دار نمیره، پس اگه بالای دار رفت لابد گناهکار بوده دیگه. در صدر اسلام هم این قبیل خرافات بوده و بر منطق و عقل مردم سوار بوده. همین که قرآن چون این ادعای تحدی بی منطقی رو چندین بار مطرح کرده نشون میده که اون موقع مردم عرب این حرف رو اینقدر غیر منطقی نمیدونستند. منطق اونها هم در همین حد بوده. اینجور خرافات الان غیر منطقی هست، اما در زمان صدر اسلام این قبیل خرافات در مردم و دین مردم بوده. مثلا در اسلام از بزرگان دین روایت میارند، میگن اگه مخالفان استدلال شما رو نپذیرفتند اونها رو به مباهله دعوت کنید. مباهله یعنی به جای استدلال آوردن و منطق آوردن، دو طرف دست جمعی برن توی صحرا بنشینند، همدیگر رو لعنت و نفرین کنند تا بلکه یک عذابی چیزی بر سر دروغگو نازل بشه و اینجوری معلوم بشه که حق با کی هست. اون زمان منطقشون این بوده، به چون این پیشنهادی نمی خندیدند. آیه داریم که خدا به پیامبر میگه با مسیحیان مباهله کن و آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خیش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، خلاصه آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. این منطق قرآن برای اثبات درستی عقاید اسلام در مقابل مسیحیت هست، لعن و نفرین. دیگه میخوای منطق اثبات درست بودن خود قرآن چی باشه؟ میشه تهدی اینجوری دیگه؟ میگی نه یک سوره مثل این بیار، این شده اثبات درستی قرآن. میگن قرآن یک سبک خاصیه، کسی نمیتونه مثل اون بیاره. باشه، اما خب چه سبک خاصیه؟ خنده من هم یک سبک خاصیه، کسی نمیتونه مثل من بخنده. همتون هم جمع بشید ها، نمیتونید مثل من بخندید. این شده استدلال مسلمون ها بر این که این قرآن رو خدا از آسمون گفته. بگذارید با یک مثال موضوع تحدی قرآن رو بیشتر روشن کنم. خب من کلیپ میسازم، کلیپ های من رو دارید میبینید. یک موقع هست مثلا من تحدی میکنم که ببینیم کی بهتر کلیپ میسازه. بسیار عالی. خب اون وقت همونطور که گفتم یک سری داور میخواییم و یک سری شاخص هایی برای بهتر بودن کلیپ. خب به ملاک باید معلوم باشه دیگه. اما یه موقع هست که موضوع تحدی بهتر بودن کلیپ نیست، بلکه موضوع اینه که کی میتونه مثل من کلیپ بسازه. این بدان معنا نیست که من بهترین کلیپ ها رو میسازم، خیر. باز شاخص ها و داورهایی برای تشخیص باید وجود داشته باشند، اما در این نحوه جدید تحدی ملاک شباهت به کلیپ های من هست. شما باید یک کلیپ همانند کلیپ من بسازید. شما هر چقدر بهتر از من کلیپ بسازید، در واقع دارید به همون اندازه کلیپ های خودتون رو در شباهت به کلیپ های من دورتر می کنید. اگه کلیپ من بی سر و ته هست، باید شما هم بی سر و ته کلیپ بسازید تا بیشتر شبیه کلیپ من بشه. اگه کلیپ من نامفهوم، گنگ، بی خود، در همه بی محتوا هست، شما هم باید اینطوری بسازید. بعد که چی؟ اگه نتونستید مثل کلیپ های من درست کنید،
اون وقت مثلا من ادعا میکنم که من همون زئوس آسمانی یونان باستانم. اصلا تحدی فایده ای نداره. چطوره با این مسلمون های عزیز مباهله کنیم؟ بشینیم ما هی نفرین کنیم، اونا هی لعنت کنند، ببینیم چی میشه. لعنت به فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.